شعبه چهارم دادگاه جنایی بحرین 11 شهروند این کشور را به تأسیس گروه تروریستی متهم کرد. به گزارش شیبرز به نقل از رسانه‌های بحرینی، این دادگاه 5 نفر از متهمان را به حبس 10 ساله و پرداخت غرامتی به مبلغ 100 هزار دینار، 2 نفر را به 5 سال حبس، 3 نفر را به 3 سال حبس و پرداخت 100 هزار دینار غرامت و 1 نفر را به 3 سال حبس محکوم کرد. احمد الحمادی، رئیس دادستانی جرائم تروریستی در این باره گفت که شعبه چهارم دادگاه جنایی بحرین 11 نفر مذکور را به تأسیس آنچوی آن را یک گروه تروریستی خوانده متهم کرده است. در خبری دیگر، یک روحانی شیعه بحرینی از سوی دادگاه آل خلیفه به اتهام‌های واهی به 1 سال زندان محکوم شد. به گفته دادگاه جنایی بحرین، شیخ محمد المازی تنها به دلیل بیان اعتقاداتش به 1 سال زندان محکوم شده است. حکومت آل خلیفه از سال 2011 تا کنون صدها نفر را به بهانه‌های مختلف به زندان انداخت و تابعیت آنها را لغو کرده. نهادهای حقوق بشری شمار شهروندان سلب تابعیت شده در بحرین را 990 نفر تخمین زدند که 180 نفر آنها در سال 2019 سلب تابعیت شدند. اکثر این محکوم شدگان فعالان سیاسی، حقوق بشری و شیعیانی هستند که تنها به دلیل انتقاد از حکومت در رابطه با نوع برخورد با شیعیان این کشور مورد غضب حاکمان و مقامات بحرینی قرار گرفتند.